ماشیناریوم یه بازی پازلی مستقله که توسط آمانیتا دیزاین ساخته شده. گیم پلی بازی به صورت کلیک اند پوینت هستش و شما به عنوان ربات کوچیک به نام جوزف بازی میکنید که به انبار قراضه فرستاده میشه، مخروبه شهر. هدف اون نجات شهر، شکست گروه بلک کپ برادرهود و نجات دوست دخترش برتا هستش. شما در یه شهر صنعتی پر از ربات ها و سازه های مکانیکی در یه ماجراجویی به یاد ماندنی سفر میکنید. سلام رفقا، من محمد امین از فارسی گیم تیوی هستم. لطفاً قبل از دیدن ویدیو ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید، اینستای ما رو هم فالو کنید. لینک چنل دوممون هم داخل دیسکریپشن هست، حتماً اونجا رو ساب کنید. حالا بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. در اول بازی جوزف توسط ماشین حمل زباله به زباله‌دونی فرستاده شده، جایی که احتمالاً ربات‌های خائن و به درد نخور شهر هم به اونجا فرستاده میشن. جوزف که دست و پاش قطع شده، بالاخره به کمک هوش خودش از اون زباله‌دونی فرار میکنه و به ورودی شهر میرسه. نگهبان ورودی شهر فقط افرادی رو راه میده که کلاه آبی با یه چراغ به سر دارن یا به اصطلاح مأمور هستن. جوزف بالاخره راهی رو پیدا میکنه و با گذاشتن یه کلاه و رنگ کردنش از پل رد میشه و در واقع نگهبانو گول میزنه. جوزف با لیز خوردن از روی مقداری روغن از بالای پل به پایین میفته و به قسمت معدن میره. اونجا جوزف شخص خلافکاری رو میبینه که از یه سوراخ پایین میاد و مواد با ارزش معدن رو میدوزه. جوزف یادش میاد که این مردی که از همون قلدرهایی بوده که تو بچگی اذیتش میکرده. حالا اینکه یه ربات چطور بچگی داشته؟ خب این یه بازی تخیلیه، سخت نگیرید. با رد شدن از قسمت کوره معدن وارد بخش تهویه میشه که میتونه قلدرا رو ببینه، قلدرایی که همیشه تو بچگی هم اذیتش میکردن. اما قلدر لاغر اونو میبینه و با اسلحه بهش شلیک میکنه و دستگیرش میکنه. اونا جوزف رو داخل زندان غیرقانونی خودشون میندازن که همسلولی جوزف ازش طلب سیگار میکنه. جوزف با یه مقدار جلبک و دستمال براش سیگار درست میکنه و همسلولیش بهش دستشو میده. با سرهم کردن وسایل میتونه از اون سلول فرار کنه. به اتاق نگهبان لاغر میرسه و دوباره یادش میاد موقعی که جوزف با دوست دخترش وقت میگذرونده این مرد اذیتش میکرده و مزاحمش میشده. جوزف رای میشینه و دوتا زندانی دیگر هم از زندان فراری میده و خودش هم فرار میکنه.
جوزف از توی دوربین دوتا قلعه رو میبینه که مشغول بالا رفتن از یه برج هستن و یه بمب ساعتی روی برج شهرداری کار میذارن، جایی که احتمال زیاد دوست دخترش باید همونجا باشه. جوزف باید سریعا به بالای برج بره و بمب رو خونسا کنه که بتونه دوست دختر و شهر رو نجات بده. در قسمت بعدی با برگردوندن سگ گم شده یه خانم چترش رو میگیره و از قسمتی که آب به سرعت پایین میاد رد میشه. جوزف از اونجا رد میشه و به یه باند موسیقی میرسه. در یه بار میبینه که قلدرها در حال ورق بازی هستن. جوزف با مرد داخل بار بازی میکنه و میبرتش و ازش 5 تا مهره میگیره و به یکی از اعضای باند موسیقی میده. با سمی کردن یه پارچه حواس مرد صاحب بار رو پرت میکنه و بشکه رو به عضو دیگه باند موسیقی میده. در نهایت موشی که داخل ساز اون یکی مرد گیر کرده رو به وسیله گربه‌ای که در طبقه بالاتر گیر انداخته بود در میاره و گروه موسیقی دوباره کارش راه میفته. در واقع اون گربه رو با شلک زدن به برق کار اونجا به دستش آورده بود. در واقع کاری کرد که گربه برقش بگیره و اونو داخل خودش گذاشت. با زدن ساز موسیقی پیرزن عصبانی داخل ساختمان بالای باند موسیقی یه رادیو پرتاب میکنه پایین که جوزف برش میداره. این رادیو با ترکیب با شیپوری که پیرمرد یا پیرزن ویلچری بهش داده بود یه دستگاه موسیقی میسازه. حقیقتش تشخیص جنسیت اون آدم پیر برام سخت بود، ولی خب احتمال زیاد مرده. البته اون فرد ویلچری یه ظرف دیگه هم بهش میده و ازش درخواست روغن یا شیره تخم آفتاب گردون میکنه. در قسمت پایینی با معامله با آچاری که اونجا نشسته، آچار در ازای دستگاه موسیقی بهش کمک میکنه که پیش تانکر آب رو باز کنه و به این ترتیب آب طبقه پایینی و بارو برمیداره و اعضای باند خلافکار اونجا گیر میافتن. بالاخره جوزف تونست یه نیمچه انتقامی ازشون به خاطر اذیتاشون بگیره. جوزف وارد تانکر خالی میشه و به محیط بعدی میره. جوزف روی بالابر وایساده که متاسفانه سوخت کافی برای حرکت رو نداره. در کمال ناباوری دوست دخترش برتا رو میبینه که در یه آشپزخونه مشغول کاره. برتا توضیح میده که اونو به زور به اینجا آوردن و مجبورش کردن آشپزی کنه. احتمالا تنها غذایی که ربات ها نیاز به خوردن دارن خورش یا آش روغن باشه. با کمک برتا جوزف مخزن سوخت بالابر رو پر میکنه و بالابر به حرکت در میاد. در طبقه بالاتر به فن عصبانی میرسه که باید به سوالات اون فن برای عبور جواب بده. فن عصبانی وقتی به سوالاتش اشتباه جواب بدی عصبانی تر میشه و از کوره در میره. از قصد به سوالات اشتباه جواب میده و فن از شدت عصبانیت پرهاش در میره و جوزف میتونه از اونجا عبور کنه. با عبور از فن عصبانی به یه گلخونه میرسه. در مکان گلخونه با حل کردن دوتا پازل دیجیتالی و با استفاده از لیزر رشدنده گیاهان باعث رشد گیاهان با استفاده از اون اشعه میشه. با رشد کردن گل آفتاب گردون تخمه‌های گل رو بر میداره و همچنین با ذره‌بین میتونه بالهای پروانه اونجا رو ببینه که طرح خاصی رو نشون میده. همون طرح رو روی پروژکتور میندازه و از در گلخونه عبور میکنه. با استفاده از مغز تخمه‌ها و گرفتن شیره اونها میتونه به پایین برگرده و اون رو به فرد پیر ویلچری بده. البته یه ربات بزرگ هم اونجا هستش که ازش درخواست نوشیدنی انرژی دهنده برای نوزادش میکنه تا از جلوی در ورودی بره کنار. بازم میگم یه ربات چطور میتونه نوزاد باشه و بعدش بزرگ بشه؟ درکش برای من یکی که سخته. به هر حال جوزف شیره آفتاب گردون رو به فرد ویلچری میده و مرد هم یه تناب و بلیت ورود به شهر بازی رو بهش میده. با ورود به شهر بازی جوزف باید برق ماشین‌های بازی رو با رکاب زدن به کار بندازه تا بتونه بازی کنه و دوتا سکه گیرش بیاد. بعد از اینکه دوتا بازی رو انجام میده، دوتا سکه رو داخل ماشین نوشیدنی میندازه و دوتا نوشیدنی رو که میگیره رو به هم وصل میکنه. به طبقه بالایی میره و نوشیدنی رو به نوزاد مرد دروش هیکل میده. انصافاً طرف بادی بیلدینگ کاره یا شاید هم بدنساز باشه. مرد از سر رو کنار میره و جوزف وارد اتاق بعدی میشه. جوزف بالاخره موفق میشه بمب ساعتی که باند خلافکارا روی برج گذاشتن تا برج رو منفجر کنن و خونسا کنه و به طبقه بالای برج میره. ربات کله گنده ای رو میبینه و بالاخره معلوم میشه جوزف چطور سر از اون خرابه بیرون شهر درآورده. اون ربات کله گنده در واقع شهردار شهر ماشیناریون بوده.
جوزف و دوست دخترش برتا برای اون ربات کله گنده کار میکردن که یکی از اعضای باند خلافکار میاد و شهردار رو خرابش میکنه. پلیس و حفاظت شهر سعی میرسه که ربات خلافکار جوزف رو به داخل مکنده میفرسه و جوزف رو اشتباهاً به خرابه میبرن. خلافکار برتا رو هم میدوزه و شهردار همونطوری خراب باقی میمونه. در اینجا بالاخره هویت باند خلافکار فاش میشه. بلک کپ برادرهود مانند گنگسترها هستن و اغلب در شهر دردسر ایجاد میکنن. اونا در پشت میخانه مخفیگاه و اتاقی دارن که در اون مشروب مینوشن و قمار میکنن. اونا همچنین یه زندان مخفی در منطقه داکس دارن که در اونجا بمب برای تصرف شهر میسازن. اونا قصد دارن قلعه‌ای که در اون شهردار ماشیناریوم اداره میکنه و از شهر مراقبت میکنن رو ویران کنن. همه اونا کلاه سیاه به نشانه تعلق اونها به برادری خودشون میپوشن. در نهایت جوزف با کمک لامپی که شهردار کله گنده بهش میده پازل رو حل میکنه. وارد زیرزمین بار میشه. از شهر خلافکارا راحت میشه و دوست دخترش رو نجات میده. در نهایت با دوست دخترش وارد هلیکوپتر میشن و از اونجا میرن. به طور خلاصه جوزف موفق میشه باند بلکپ برادرهود رو نابود کنه و شهر ماشیناریوم و دوست دخترش رو نجات بده. در ویدیوی بعدی همه کاراکترهای بازی رو بررسی میکنیم و اطلاعات جامع‌تری رو براتون میذاریم. لطفاً از ما حمایت کنید. خب ازتون ممنونیم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید تا در آینده ویدیوهای بیشتری تولید کنیم. تا ویدیو بعدی روز و شب خوبی داشته باشید.